این توصیه ها رو برای غذا خوردن جدی بگیرید. غذا خوردن شرایط و اصول خاصی داره که برای حفظ سلامت دستگاه گوارش و سلامتی باید به اونها توجه کنیم. توی این ویدیو به بررسی بهترین زمان برای خوردن غذا میپردازیم. خوردن سه وعده اصلی غذایی در زمان مناسب خودش سبب بهبود عملکرد دستگاه گوارش میشه. همچنین مصرف غذا در زمان مقررش انسان را از بیماری های قلبی، کبدی و عصبی دور می کنه. بهترین زمان خوردن غذا در فصل مختلف با توجه به شرایط و دمای هوا و تغییرات ایجاد شده توی بدن متفاوته که با دونستن و رعایت اونها میشه سلامت بدن توی فصل مختلف رو حفظ کرد. بهترین زمان صرف غذا معتدل ترین ساعت روزه که معمولا توی زمستون میانه ی روز و در تابستون هم خنک ترین زمانه طبیعت غذای زمستانی بهتر سرد نباشه و تابستون هم بهتر گرم نباشه بهترین زمان خوردن غذا زمانیه که فرایند هضم غذای قبلی نهایی شده باشه ولی عادت ما اینطوری نیست و بعد از مرحله هضم عروغی معمولا افراد شروع میکنن به مصرف وعده غذایی بعدی که بهتر این اصول رعایت بشه یکی از مسائلی که توی طب سنتی به اون اشاره شده و خیلی هم بهش تاکید میشه اینه که چگونه و کی غذا رو مصرف کنیم و برای رعایت اون خیلی نیاز نیست که عادت خودمون رو تغییر بدیم. زمان مناسب برای غذا خوردن چجوریه؟ به محض بیدار شدن از خواب حتما باید صبحانه مغزی میل کنید. این زمان یکی از مهمترین زمانهای غذا خوردن محسوب میشه. خیلی از افراد به اشتباه تصور می کنن که با حذف صبحانه و صرفا ورزش کردن توی تایم صبح میتونن کالری بیشتری رو بسوزونن و کاهش وزن خوبی داشته باشن. توی یه سری از مقالات بارها به این نکته تاکید شده که حذف صبحانه نه تنها در کاهش وزن موثر نیست بلکه موجب گرسنگی و افت شدید انرژی به خصوص هنگام ورزش میشه و بعدم به ناچار مجبور به پرخوری بیشتر و ریزخوری در طی روز میشه که این بدترین اتفاقیه که میتونه برای افرادی که قصد کاهش وزن رو دارن اتفاق بیفته در ضمن خوردن صبحانه کامل و مغذی علاوه بر کسب انرژی لازم برای فعالیت های روزانه متابولیسم بجا و منظمی رو هم استارت میزنه که همین شروع خوب موجب سوخت و ساز بهتر و در نتیجه کاهش وزنی مطلوب میشه صبحانه خودمون رو با نان کامل، تخم مرغ و مواد غذایی سالمی از این دست باید شروع کنیم. صبحانه کامل برای ساعتها شما رو سیر نگه میداره و مانع از ریزخاری در طی روز میشه. فراموش نکنید که شروع سالم یک روز انرژی و شادابی کل اون روز رو تضمین میکنه. در طی روز وعده های غذایی بیشتر اما کم حجم داشته باشید. وقتی سه وعده سنگین رو در طی روز مصرف می کنید در فواصل حزم غذا دچار افت انرژی می شید و مسلما در چنین شرایطی میل به خوردن غذای بیشتری دارید که این افت رو جبران کنید. اما برنامه ریزی برای وعده های بیشتر و حجم کمتر این شانس رو به شما میده که مانع از این پرخوری بشید و علاوه بر اینکه انرژی شما به طور مداوم حفظ میشه کمک میکنه تا کاهش وزن سالم و مطمئنی رو تجربه بکنید. بعد از ظهر کربوهیدرات مصرف کنید. طبق آخرین تحقیقات محققان به این نتیجه رسیدن که بعدن بعد از سپری کردن یک روز پرتلاش نیاز به یک ریکاوری و سوختگیری داره و یکی از بهترین گزینه ها برای تامین این سوخت کربوهیدرات ها هستند این مواد انرژی لازم رو برای روز بعد ذخیره کنند و بدن رو کاملا آماده و مهیا کنند. فقط باید حواستون باشه که در خوردن کربوهیدرات ها افراط نکنید به اندازه نیاز بدن سبک اما مغذی غذا بخورید و به این ترتیب بدنی سالم و پر انرژی داشته باشید. دیر وقت غذا نخورید. اگه میخواید بدترین زمان غذا خوردن رو بشناسید، بهتره بدونید که هیچ زمانی بدتر از آخر شب نیست. غذا خوردن آخر شب و هنگام خواب تمام کار شما رو خراب میکنه. شما کل روز تلاش میکنید تا مواد غذایی سالم و مغذی رو به بدنتون برسونید اما گرسنگی شب و هوس خوردن یک وعده آخر شب همه برنامه رژیم شما رو به هم میزنه میل به گرسنگی رو با خوردن مواد غذایی مثل هویج انواع توتها و از این دست کم کنید چرا که این مواد غذایی خیلی کم کالری و در عین حال کمک کنند که تا میل به خوردن در شما برطرف بشه پزشکان توصیه می کنند که بین وعده غذایی شام و زمان خواب افراد باید حداقل سه ساعت فاصله زمانی وجود داشته باشه اکثر افرادی که وعده های غذایی خودشون رو در حوالی ساعت یاد شده مصرف کردند از سلامت جسمی بسیار خوبی برخوردار هستند و بیشتر کالری دریافتی روزانه خودشون رو می اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفا لایکش کنید و کانال ما رو حتما برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید.